سه دو یک. صدای ما را از ماه می شنوید. ماجراهای شرلوک هولمز، نوشته سر آرتور کنان دویل، ترجمه جمشید اسکندانی، نشر سالس، افکتور نرگس موساپور، کارگردان رضا عمرانی، بازیگران رضا عمرانی، شرلوک هولمز، امیر محمد سمسامی، دکتر واتسون، فریدون اسماعیلی، لورد بلینگر، علی زرینی، بازرس لسرید، بهناز بستاندوست، لیدی هوپ، علی رضا آرا، تریلونی هوپ، کامیار محبی، مکفرسون. این داستان ماجرای دومین مکه. در باره این ماجرا داستان از این قرار است که من مدتها پیش هولمز را راضی کردم و از او قول گرفتم که در صورت گردآوری و تدوین معدودی از شاهکارهای برجسته و فراموش نشدنیش اجازه دهد ماجرای حیرت انگیز و بین المللی دومین لکه را به عنوان حسن ختام، یا بهتر بگویم نقطه اوج این مجموعه، نقل کنم. به این ترتیب بود که سرانجام موافقتش را برای نقل این ماجرا گرفتم. با پوزش از شما، به علت اهمیت خاص این ماجرا، بعضی موضوعها را به عمد مبهم و نامشخص باقی گذاشتم که بی تردید در پایان ماجرا به علت آن پی خواهید برد. در بامداد یک روز سه‌شنبه در سالی که نام نمی برم، دو شخصیت والا مقام و بلند آوازه در سر تا سر اروپا به آپارتمان کوچک ما در خیابان بیکر آمدند. نفر اول مردی مسن بود با چشمانی تیزبین، چهره عبوس و جدی و مغرور. لورد بلینگر که اکنون برای دومین بار به مقام نخست وزیری انگلستان رسیده بود. نفر دوم عالی جناب تریلونی هوپ بود، مردی به مراتب جوانتر، شاید 42 ساله و در کمال آراستگی، که سمت وزارت امور خارجه را به عهده داشت. مردی با جذابیت خدادادی که یکی از مهره‌های اصلی و از امیدهای مسلم کابینه دولت انگلستان به شمار می‌رفت. این دو شخصیت مهم کنار یکدیگر پشت میز شلوغ پر از کاغذ و کتاب ما نشستند. نگرانی عمیقی در چهره هر دوی آنها موج می‌زد. مشخص بود که موضوع بسیار مهم و پیچیده‌ای آنها را به آپارتمان ما کشانده است. دست‌های لاغر و رگنمای نخست وزیر اسبق روی دسته آجی چترش محکم مشت شده بود و با نگاهی شبیه راهبان دیرهای قدیمی به من و هولمز نگاه می‌کرد. وزیر خارجه هم با حالت عصبی با یک دست با زنجیر ساعتش ور می رفت و با دستی دیگر با سبیلش بازی می کرد. سرانجام او بود که سکوت را شکست. ساعت 8 صبح امروز به محض اینکه فهمیدم مفقود شده، موضوع رو به اطلاع جناب نخست وزیر رسوندم و به توصیه ایشون به حضور شما آمدیم آقای هولمز. به پلیس اطلاع دادید؟ نه آقای هولمز، ما چنین اقدامی نکردیم و به هیچ وجه هم نخواهیم کرد. با آگاه کردن پلیس طولی نمیکشه که همه مردم از ماجرا مطلع میشن و این کاملا برخلاف مصلحت مملکتیه. آلی جناب، میتونم بپرسم چرا؟ برای اینکه گم شدن مدرک مورد نظر چنان اهمیتی داره که هر اشاره‌ای به اون عواقب بسیار وخیمی رو در سر تا سر اروپا به وجود میاره. بدون اغراق باید بگم که حتی احتمال بروز جنگ در قاره اروپا رو هم نباید از نظر دور داشت. ما فکر میکنیم ربایندگانم از این موضوع آگاهی دارن و بی‌تردید هدفشان اینه که محتویات این مدرک رو افشا کنن. به همین دلیل و به منظور جلوگیری از فاجعه جبران ناپذیر که
به راستی پیامدهای وحشتناکی هم داره، ضرورت امر ایجاب میکنه به هر نحو مقتضی و در کمترین زمان ممکن و قبل از اینکه ربایندگان بتونن مقاصد شومشون رو عملی کنن مدرک پیدا بشه. آقای هولمز، در غیر این صورت اقدامات ما بیهوده است و حتی پیدا کردن مدرکم دردی رو دفع نخواهد کرد. آقای هولمز. بله کاملا متوجه شدم عالی جناب. جناب آقای تریلونی هوپ، میشه خواهش کنم چگونگی مفقود شدن مدرک مورد نظر رو برام شرح بدید؟ بله با کمال میل جناب هولمز، چون تمام ماجرا در چند جمله خلاصه میشه. نامه مورد نظر، منظورم همین مدرکیه که دربارش صحبت میکنیم، چون در حقیقت یک نامه است. بله، این نامه از یکی از پادشاهان خارجیه که 6 روز قبل دریافت شد. از اهمیت این نامه همین بس که حتی جرئت نکردم اون رو در گاوصندوق اتاقم تو وزارتخونه بذارم و به همین دلیل همیشه با خودم حملش میکردم. شبا هم تو منزلم در محله وایت هال تریس در صندوق مخصوص نامه‌های اداری که در اتاق خوابمه نگهش می‌داشتم. مطمئنم تا دیشب توی این صندوق بود، چون هنگامی که لباسمو برای صرف شام عوض می‌کردم برای اطمینان بیشتر یه بار دیگه توی صندوق رو نگاه کردم جناب هولمز. نامه توی صندوق بود. ولی امروز صبح که صندوق رو باز کردم نامه مفقود شده بود. صندوق مخصوص نامه‌های اداری در اتاق خواب و در کنار آینه کمد لباسا قرار داره. من و همسرم هر دو خیلی سبک خواب هستیم و با کمترین صدایی از خواب میپریم. هر دوی ما حاضریم قسم بخوریم شب گذشته هیچ کس وارد اتاق خوابمون نشده. با همه اینها نامه‌ای که دیشب 100% در اتاق خواب بود ناپدید شده جناب هولمز. چه ساعتی شام میل فرمودید؟ 7:30 شب. چه ساعتی خوابیدید؟ همسرم به تماشای تئاتر رفته بود، من منتظر موندم و بعد از بازگشت ایشون حدود 11:30 شب خوابیدیم. به این ترتیب از صندوق نامه هایی که اشاره فرمودید به مدت 4 ساعت مراقبت نشده. اشتباه نکنید آقای هولمز، هیچ کس اجازه ورود به اتاق خواب رو نداره به جز کلفت منزل که اون هم صبح ها و بعد از اینکه از خواب بلند میشیم به اتاق میاد. پیش خدمت خودم و پیش خدمت مخصوص همسرم هم فقط هنگام روز و بر حسب دستوراتی که به اونها داده میشه اجازه ورود به اتاق خواب رو دارند و خدمه ای که خدمتتون عرض کردم سالیان متمادیه که در این منزل کار میکنن و از هر لحاظ امین و قابل اطمینان هستن. مهمتر از همه این که هیچ کدوم از خدمه منزل از وجود چنین نامه اطلاع نداشتن. آیا احتمالاً کس دیگه ای توی منزل بوده که از وجود این نامه خبر داشته باشه؟ هیچ کس. حتی همسرتون؟ نه خیر آقای هولمز، تا قبل از مفقود شدن نامه هیچ صحبتی در این باره با همسرم نکرده بودم. همیشه وظیفه شناسی و رازداری شما را تحسین کردم و میدونم در چنین موضوعهایی تا چه حد احساس مسئولیت میکنید. شما جزو اشخاص نادری هستید که مصالح اداری رو همیشه به مسائل خانوادگی و زندگی داخلی مقدم میدونید. این نظر لطف شماست علی جناب، ولی من فقط وظیفه خودم انجام دادم و تا امروز صبح همسر من کوچکترین اطلاعی از وجود این نامه در منزل نداشت. امکان داره کسی در این باره حدسی زده باشه؟ به هیچ وجه آقای هولمز، نه فقط همسرم بلکه هیچ کس دیگه. سابقه داشته که قبلنم مدارکی رو گم کرده باشید؟ ابدا. غیر از شما چه کسی یا کسان دیگه از وجود این نامه اطلاع داشتن؟ تک تک وزیران کابینه که در جلسه دیروز هیئت دولت از این نامه مطلع شدند و طبق روال همیشگی در پایان جلسه سوگند یاد کردند موضوعهای طرح شده در جلسه رو جای دیگه بازگو و مطرح نکنند. ولی در جلسه دیروز با توجه به تاکید جناب نخست وزیر به اهمیت رازداری درباره این نامه مراسم سوگند همیشگی به نحو مؤکدتری برگزار شد. آقای هولمز، خدای من، چه چیزی باعث شد چنین سند مهمی رو ظرف چند ساعت از دست بدم؟ به دنبال این حرف تأسف و نگرانی شدیدی چهره خوشفرم او را در بر گرفت و با دستانش موهای خود را چنگ زد.
در یک لحظه چهره حقیقی او که نشان از مردی بسیار حساس، مغرور و جاه طلب داشت ظاهر شد. ولی لحظه بعد بلا فاصله ماسک اشرافیت دوباره صورتش را پوشاند و با همان لحن آرام و ملایم اولیه ادامه داد. علاوه بر هیئت وزیران، دو یا سه معاونت هم از وجود این نامه آگاه بودند. من به شما اطمینان میدم غیر از شخصیتایی که ذکر کردم هیچ کس دیگه‌ای در سر تا سر انگلستان از وجود چنین نامه‌ای اطلاع نداره. خارج از انگلستان چطور؟ به نظر من جز شخص نویسنده کس دیگه‌ای نمیتونه اطلاع داشته باشه. به علاوه ارسال نامه هم از مسیر کاملا مغایر با مسیر متداول دیپلماتیک صورت گرفته. همین نشون میده که حتی هیچ کدوم از وزرای کشور مربوطه از نگارش و ارسال این نامه کوچکترین اطلاعی ندارن. خب علی جناب، با توجه به اونچه که تا به حال فرمودید، باید از مفاد این نامه مطلع بشم تا شخصا قضاوت کنم که چطور ممکنه گم شدن یک نامه همچین عواقب وخیم و جبران ناپذیری به دنبال داشته باشه. پاکت این نامه آقای هولمز پاکتی دراز، نازک و آبی کمرنگه که با موم قرمز و مهری به شکل شیر نشسته ممهور شده. آدرسم با کلماتی درست... عذر میخوام علی جناب، من برای شروع کارم به اصل ماجرا نیاز دارم، نه این حشو و زوائد. استدعا میکنم از ارائه مشخصات ظاهری پاکت نامه خودداری کنید و متن نامه را برام بگید. آقای هولز، محتوای نامه موضوعی به کلی سری و جزء اسرار مملکتیه و به هیچ وجه من نمیتونم اونو برای شما بازگو کنم. از طرفی هنوز نمیفهمم محتوای این نامه چه ارتباطی با تحقیقات شما داره. اگه اونطور که شایع هست شما از قدرت کشف فوق‌العاده‌ای برخوردار هستید، قاعدتاً با داشتن مشخصات ظاهری این نامه میبایست بتونید اونو تعقیب و پیدا کنید. بدیهی است که علاوه بر خدمت مقدسی که به میهن خود کردید، جایزه ارزنده‌ای هم به شما اعطا میشه. آقایون، من میدونم شما دو نفر از پرکارترین شخصیت‌های برجسته مملکت هستید و سرتونم خیلی شلوغه، ولی منم باید به گرفتاری‌های مراجعان خودم که تعدادشونم زیاده رسیدگی کنم و با توجه به وضعیت موجود، به خصوص عدم اعتماد شما به من، فکر نمی‌کنم بتونم کاری براتون انجام بدم و ادامه این جلسه صرفاً اتلاف وقته. حضرت آقا، تا به حال کسی با من... حق با شما است آقای هولمز، حق با شما است. باید به صورتی منطقی با این قضیه برخورد کرد. بدیهی است چنانچه اطلاعات جامع و کافی در اختیارتون نباشه نمیتونید کاری انجام بدید. منم کاملا با نظر شما موافقم. آقای هولمز، لازمه بگم که من با اتکا به شرف و وجدان شما و دوستتان دکتر واتسون این نامه رو افشا میکنم و با شناختی که از حس میهن پرستی هر دوی شما دارم، مطمئنم اسرار این نامه از این اتاق بیرون نمیره، چون در غیر این صورت بزرگترین فاجعه‌ای که ممکنه تصور کنید به وقوع خواهد پیوست. آری جناب، از رازداری ما مطمئن باشید. این نامه از فرمانروای یکی از مستعمرات امپراتوری انگلستانه که ظاهراً سیاست‌های جدید دولت درباره اداره مستعمرات به شدت ناراحتشون کرده. نحوه نگارش نامه نشون میده که قبل از نوشتن اون با هیچ کس مشورت نشده و صرفاً نظریات خود رو بدون تعمق و تأمل نوشتن و ارسال کردن. عوامل اطلاعاتی ما در تایید این موضوع اطلاع دادن که هیچ یک از وزرای مستعمره مورد نظر در جریان این نامه نیستند. از طرف دیگه هدف اصلی سلطان از نگارش این نامه تهدید دولت انگلیس و توهین به امپراتوری انگلستانه که در قالبی از کلمات زیبا و فریبنده صورت با نزاکت و مؤدبانه‌ای به اون داده. اما به رغم این موضوع بعضی جملات اون به حدی توهین آمیزه که انتشارش در سطح اروپا بدون شک حساسیت های جامعه انگلستان رو به شدت برمی انگیزه و بی تردید ظرف یک هفته به بروز جنگ بین دو کشور منجر خواهد شد.
هولمز روی یک تکه کاغذ چیزی نوشت و آن را به نخست وزیر نشان داد. نخست وزیر نگاهی به کاغذ انداخت و سپس با شگفتی فراوان گفت: بله بله خودشه و نامه هم از طرف اونه. نامه ای که انتشار اون علاوه بر صرف هزینه معادل میلیون ها پوند باعث مرگ هزاران انسان بیگناه میشه و حالا این نامه ناپدید شده. علی جناب، آیا نویسنده نامه از گم شدن اون مطلع شده؟ بله آقای هولمز، دیروز تلگرافی رمزی در این باره مخابره شد. بعید نیست خودش بیمیل نباشه که نامش منتشر بشه. نه و بی تردید نه. دلائلی در دسته که نشون میده نویسنده تحت تأثیر احساساتی آنی و زودگذر و بدون دوراندیشی و مشورت این نامه رو نوشته. نامه‌ای که چاپ و انتشار اون در جراید صدمات جبران ناپذیری برای اون و کشورش به وجود میاره. در این صورت باید فهمید اساساً چاپ و انتشار این نامه به نفع چه کسانیه یا اصولاً چرا باید این نامه سرقت بشه؟ سؤال شما را آقای هولمز، وضعیت کنونی سیاست بین‌المللی موجود جواب خواهد داد و اگر موقعیت انگلستان و وضعیت روابط سیاسی اروپا را در نظر بگیرید به راحتی متوجه انگیزه سرقت این نامه میشید. در حال حاضر اروپا تا دندان مسلحه و به صورت یک قرارگاه نظامی در آمده، ولی به صورت دو ابر قدرت در دو کفه متوازنه یک ترازو. در یک کفه این ترازو امپراتوری انگلستان قرار داره. حال اگر انگلستان به جنگی ناخواسته با یکی از همپیمانان خود کشیده بشه، ترازوی قدرتی که اشاره کردم از تعادل خارج میشه و طرف دیگه ترازو خود به خود سنگین تر میشه و تفوق بیشتری پیدا میکنه. متوجه منظورم شدید آقای هولمز؟ کاملا. بدیهی دشمنان این فرمانروا با سرقت و چاپ این نامه علاوه بر برهم زدن روابط حسنه بین دو کشور، تعادل قدرت رو هم در اروپا از بین میبرن. دقیقا همینطوره که میفرمایید. یه سوال دیگه عالی جناب. بفرمایید. کسی که در حال حاضر این نامه رو در اختیار داره، در نهایت اونو برای چه کسی ارسال میکنه؟ به یکی از سفارتخانه های کشورهای اروپایی. احتمالاً همین الان که ما مشغول صحبت هستیم این نامه در یکی از قطارهای سریع و سیر در حرکته. این موضوع صرفاً یک بدشانسی بزرگ بوده و بس. تو تمام نکات ایمنی رو مراعات کرده بودی، ولی به هر حال اتفاقی بوده که افتاده و تقصیری هم متوجه تو نیست. خب آقای هولمز، حالا که شما کاملا در جریان امر قرار گرفتین، چه توصیه میفرمایید؟ علی جناب، به نظر شما اگه این نامه پیدا نشه وقوع جنگ حتمیه؟ به احتمال بسیار قوی. خب در این صورت پیشنهاد و توصیه من اینه که برای جنگ آماده بشید. پیشنهاد دشواری آقای هولمز. بهتر واقعیت ها رو در نظر بگیرید علی جناب. بی تردید این نامه نمیتونه در ساعتی بعد از ساعت 11:30 دیشب سرقت شده باشه، چون از این ساعت به بعد آقای هوپ و همسرشون تا صبح روز بعد که متوجه مفقود شدن نامه میشن توی اتاق خودشون بودن و از اون خارج نشدن. به این ترتیب نامه مد نظر قطعا در بین ساعت 7:30 بعد از ظهر تا ساعت 11:30 دیشب به سرقت رفته. بی تردید رباینده هر کی بوده از وجود نامه تو این اتاق و محل نگهداری اون آگاهی کامل داشته. از طرفی کسی که مدرک مهم و خطرناکی مثل این نامه رو سرقت میکنه، با توجه به اهمیت موضوع سعی میکنه نامه رو در اسرع وقت به کسی که در انتظار اونه برسونه. حالا بعد از گذشت مدتی اینقدر طولانی، ما چه شانسی برای پیدا کردن نامه یا حتی تعقیب مسیر اون داریم؟ لطفاً یه لحظه خودتون رو جای من بذارید. به هیچ وجه کار آسونی نیست. کاملاً منطقیه. درست میفرمایید. خود منم فکر میکنم کاری از دست کسی ساخته نیست. حالا قربان، صرفاً برای اینکه
احتمالات رو بسنجیم، اجازه بدید فرض کنیم این نامه توسط خدمتکار یا پیش خدمت آقای هوب سرقت شده باشه. این دو نفری که شما میفرمایید سال خورده و کاملا قابل اعتمادن. مهم نیست، فقط فرض میکنیم. اگه اشتباه نکرده باشم شما گفتید آقای هوب اتاق خوابتون در طبقه دوم منزل واقع شده که از بیرون ساختمون راهی به اون وجود نداره و از داخل ساختمونم هر کسی که بخواد به اونجا بره دیده میشه. با توجه به این وضعیت مسلماً یک نفر از داخل خونه مرتکب این سرقت شده. خب حالا باید بفهمیم کی نامه رو دزدیده و به چه کسی قراره بده. قطعاً به یکی از جاسوسان بین المللی یا عوامل مخفی سازمان‌های مشابه که خوشبختانه بیشتر اونها رو به اسم میشناسم، به خصوص سه نفر که از بقیه معروف‌تر هستند. در بعد و امر با مراجعه به محل این سه نفر کارم رو شروع میکنم. هر کدوم از اونها که غایب باشه و به خصوص اگه از دیشب غیبت کرده باشه سرنخی از موقعیت نامه به دست ما میده. دلیلی نداره که غایب باشن. به احتمال بسیار قوی نامه را به سفارت مورد نظر در لندن تحویل دادن و به پست خودشون برگشتن. فکر نمی کنم. عواملی که اشاره کردم آزادانه عمل می کنن و تا اونجایی که من می دونم روابط خوبی با سفارت خانه ها ندارن. من هم نظر شما را تایید می کنم آقای هولمز. یک جاسوس خبره با سابقه هرگز مدرک مهم و گرانبهایی رو به کسی نمیسپره و شخصا اونو به طرف معامله تحویل میده. به عقیده من مسیری که شما انتخاب کردید بسیار منطقی و عاقلانه به نظر میرسه. خب باید راه بیافتیم. خیلی کارا هست که باید انجام بدیم. اتفاقات ناگواری که افتاده نباید خللی در اجرای وظایف محوله ما به وجود بیاره. بله آقای هولمز، مطمئن باشید در صورت برخورد به هر نکته تازه اون رو بلافاصله به شما اطلاع خواهیم داد و شما مدام ما رو در جریان تحقیقاتتون قرار بدید لطفا. آقای جناب خداحافظی کردند و از در خارج شدند. پس از خروج میهمانان والا مقاممان هولمز پیپش را روشن کرد و دقایقی در سکوت کامل به فکر فرو رفت. من هم روزنامه صبح را باز کردم و به خواندن گزارش جنایت پرسر و صدایی که شب قبل در لندن رخ داده بود مشغول شدم. ناگهان هولمز فریادی از خوشحالی کشید و از جای پرید. آره حتما هولمز، راه دیگه‌ای وجود نداره واتسون. درسته که وضعیت خیلی ناجوره ولی ناامید کننده نیست. حتی اگه الانم به طریقی بفهمیم کدوم یک از اونها نامه رو در اختیار داره به احتمال قوی میتونیم قبل از مبادله نامه به دامش بندازیم و دستگیرش کنیم. اون چه مسلمه اینجور آدم ها دنبال پول هستن، هر کی که بیشتر بده. خوشبختانه من از پشتیبانی خزانه‌داری انگلستان برخوردار هستم و اگه نامه رو به حراج بذارن حتما برنده میشم، حتی اگه به خاطر این کار میزان مالیات بر درآمدم و افزایش بدن. کسی که در حال حاضر این نامه رو در اختیار داره با عجله اونو نمیفروشه، بلکه در وهله اول پیشنهادات این اونو میگیره، بعد از مقایسه اونها با هم دیگه نامه رو به بالاترین قیمت به فروش میرسونه. تو جایی که من اطلاع دارم فقط سه نفر جرأت همچین قمار سنگینی رو دارن. کیا؟ اول اوبرشتاین، دوم لاروتیه و سوم ادواردو لوکاس. باید تک تکشون رو ملاقات کنم. منظورت همون ادواردو لوکاس ساکن خیابان گودولفینه؟ آره درسته. متاسفانه این یکی رو نمیتونی ملاقات کنی. چرا؟ چون دیشب تو خونش به قتل رسیده. چی؟ در طول مدتی که با هولمز هم خانه بودم همیشه او بود که مرا با حرفهایش به حیرت وامی داشت. از این که برای اولین بار من هم توانسته بودم او را شگفت زده کنم به خود میبالیدم. لحظاتی با بهت و حیرت به من خیره شد و بالاخره روزنامه را از دستم قاپید و شروع به خواندن کرد. جنایت در وست مینستر. شب گذشته جنایت مرموزی در خانه شماره 16 واقع در خیابان گودولفین در منطقه وست مینستر به وقوع پیوسته است. گودولفین از زمره خیابان‌های بسیار قدیمی لندن است و خانه‌های موجود در آن نیز خانه‌های بسیار بزرگ و متعلق به قرن 18 هستند.
خیابان گودولفین بین رودخانه تمز و کلیسای وست مینستر و تقریبا زیر سایه برج مجلس عوام قرار گرفته است. محل وقوع جنایت خانه مسکونی آقای ادوارد لوکاس است که علاوه بر حسن شهرت در جوامع ادبی و هنری لندن، یکی از معروفترین خوانندگان آماتور اپرا نیز به شمار می رفت. آقای لوکاس 32 ساله و مجرد بود و به استثنای ایشان ساکنان دیگر خانه خانم پرینگل خدمتکار و آقای میتون پیش خدمت مخصوص هستند. خانم پرینگل بر حسب عادت شبها زود می خوابید و اتاق خوابش نیز در طبقه دوم قرار دارد. آقای میتون در شب حادثه در ساعت 10:30 شب جهت ملاقات یکی از دوستانش به محله همر اسمیت می رود. آقای لوکاس از ساعت 10:30 در خانه تنها بوده است و هنوز معلوم نیست از این ساعت به بعد چه اتفاقی افتاده است، ولی در ساعت 11:45 شب پاسبان گشت سرکار بارت در هنگام گشت متوجه می شود در خانه شماره 16 نیمه باز مانده است. زنگ می زند ولی جوابی دریافت نمی کند. با مشاهده نور در اتاق جلویی وارد حال می شود و به در اتاق ضربه می زند، ولی این بار هم جوابی نمی گیرد. سپس دستگیره در اتاق را فشار می دهد و می بیند این در هم باز است. سرانجام وارد اتاق می شود و می بیند همه چیز به هم ریخته است و مبلمان و صندلی ها به کنار جمع شدند و آقای لوکاس در حالی که پایه یکی از صندلی ها را محکم در دست گرفته با دشنهی در قلبش بی روح کف اتاق افتاده است. ضربه به گونه‌ای وارد شده که نشان می‌دهد مرگ تقریبا آنی بوده است. آلت قتال دشنه هندی با تیغی منحنی است که از مجموعه سلاح‌های آویزان به دیوار برداشته شده است. با توجه به اینکه اشیای قیمتی موجود در اتاق و خانه دست نخورده است، به نظر می‌رسد انگیزه جنایت سرقت نبوده. آقای ادواردو لوکاس ضمن شهرت بسیار از محبوبیت خاصی نیز برخوردار بودند و مرگ فجیع و ناگهانی وی تمام دوستان و آشنایان را به شدت متاثر و مغموم کرده است. خب واتسون، چی فکر میکنی؟ به نظر من یه حادثه غیر منتظره و حیرت انگیزه. حادثه غیر منتظره؟ خودت خوب میدونی که مقتول یکی از سه بازیکن این نمایشه، ولی درست در لحظه‌ای که ما فکر می‌کردیم پرده بالا رفته و نمایش شروع شده، آقای لوکاس یهو با مرگ فجیعی مواجه میشه. به نظر من که اصلاً غیر منتظره نیست واتسون، به هیچ وجه. مطمئنم این دو ماجرا با همدیگه ارتباط دارن، باید هم داشته باشن، و کار ما اینه که این ارتباط رو پیدا کنیم. به این ترتیب مقامات پلیس هم باید همه چیز رو فهمیده باشن. ابداً. اونا فقط از حادثه خونه شماره 16 در خیابان گودولفین باخبرن و در باره ماجرای خیابان وایت هال تریس نه چیزی میدونن و نه خواهند دونست. فقط ما، من و تو، از هر دو ماجرا خبر داریم و میتونیم به هم مرتبطشون کنیم. درسته. البته یک موضوع خاصم هست که زن منو بیشتر تحریک میکنه. چی؟ اینکه خیابان گودولفین درست در چند قدمی خیابان وایت هال تریس و خونه آقای هوب قرار گرفته و آقای لوکاس به راحتی میتونسته با خونه آقای هوب ارتباط برقرار کنه. آره، شاید موضوع مهمی نباشه واتسون، ولی با توجه به اینکه ماجرای گم شدن نامه از چند ساعت تجاوز نمی‌کنه، هر مورد کوچیک و به ظاهر کم اهمیتی میتونه مهم و بزرگ تلقی بشه. در همین وقت خانم هاتسون، خدمتکار همه کاره هولمز، وارد اتاق شد و کارت ویزیتی را به هولمز داد. هولمز با نگاهی به آن ابروانش را به علامت تعجب بالا انداخت و در حالی که کارت ویزیت را به من میداد به خانم هاتسون گفت: بسیار خوب، لطفاً به لیدی هیلدا ترلونی هوب بفرمایید قدم رنجه کنند و به ما افتخار ملاقات بدن. لحظاتی بعد آپارتمان کوچک ما که امروز صبح شخصیت‌های والا مقامی را پذیرا شده بود، با آمدن زیباترین زن لندن افتخار بیشتری کسب کرد. من بارها درباره زیبایی خارق العاده دختر دوک بلمینستر شنیده و عکس‌های او را دیده بودم. بنابر این به جرأت می‌توانم بگویم که او به گرد پای خانم هوب هم نمی‌رسد. آنچه بیش از هر چیز دیگر نظر ما را جلب کرد، هیجان و التهاب شدیدی بود که در چهره رنگ پریده خانم هوب موج می زد.
در چشمان درخشانش تب و تابی دیده می شد. لبان زیبایش به هم فشرده شده بود تا بلکه احساسات درونیش را کنترل کند. خلاصه آن که زیبایی آمیخته با هراس او ما را میخکوب کرده بود. او به محض ورود قبل از آن که بنشیند پرسید: شوهر من اینجا اومده بود آقای هولمز؟ بله خانم. خواهش میکنم، استدعا میکنم درباره اومدن من صحبتی با ایشون نکنید. بانوی بزرگوار، شما منو در موقعیت ناجوری قرار دادید. لطفاً بفرمایید بنشینید و صحبت کنید. ولی قبل از هر چیز باید بگم که منم تحت شرایطی میتونم به قولم وفا کنم. خانم هوپ به طرف دیگر اتاق رفت و روی صندلی کنار پنجره نشست و در حالی که مدام بند دستکش های سفیدش را با حالت عصبی باز و بسته می کرد گفت: آقای هولمز، صمیمانه و از روی حقیقت با شما حرف می زنم و امیدوارم شما هم در مقابل با من رو راست باشید. من و شوهرم با توجه به اعتماد و اطمینان 100% که به هم داریم هیچ چیز رو از همدیگه پنهان نمی کنیم و تمام مسائلمون رو با هم در میون میذاریم، به استثنای یک مورد و اونم سیاست. دهان شوهرم در این مورد همیشه مهر و مومه و برای همین درباره کارهاش کوچکترین حرفی به من نمیزنه. درباره ماجرای ناگواری که دیشب در منزل ما اتفاق افتاد همینقدر میدونم که مدرکی مفقود شده، ولی چون موضوع سیاسیه شوهرم مثل همیشه از اعتماد کردن به من خودداری میکنه و کوچکترین صحبتی در این باره نمیکنه و بی تردید صحبتی هم نخواهد کرد، در حالی که به عنوان همسرش من حتما باید در جریان امر قرار بگیرم و از تمام ماجرا خبردار بشم. تا اونجایی که من اطلاع دارم به استثنای 3 شخصیت مهم سیاسی کشور شما تنها کسی هستین که از این موضوع آگاهی کامل دارین. بنابراین عاجزانه استدعا دارم به من بگین دقیقاً چه اتفاقی افتاده و این ماجرا به کجا کشیده میشه. درست نیست به خاطر شوهرم شما منو تو بیخبری نگه دارین. من همسر اون هستم و به مراتب به نفع اونه که به من اعتماد کنه و منم در جریان بذاره. به من بگین نامه‌ای که مفقود شده چی بوده و چقدر اهمیت داشته. خانم، شما سوالی از من میپرسید که جواب دادن به اون از محالاته. خدای خانم من. محترم، خودتون قضاوت کنید. وقتی شوهر شما بنابه تشخیص خودش صلاح نمیدونه شما رو در جریان کارهاش قرار بده، من هرگز حق ندارم و نمیتونم درخواست شما رو قبول کنم. از همه مهمتر، وجدان کاری من به هیچ وجه اجازه نمیده اسرار موکلانم رو برای کسی بازگو کنم. شما هم نباید همچین توقعی از من داشته باشید. به نظرم بهتره این سوال از شوهرتون بپرسید، چون فقط ایشون میتونن جواب بدن و شما رو از ابهام بیرون بیارن. این کارو کردم ولی فایده ای نداشت. خدایا شما آخرین امید من بودین. آقای هولمز خواهش میکنم لطف کنین و حداقل در یک مورد منو روشن کنین. بفرمایید. آیا این فاجعه لطمه ای به سوابق کاری شوهر من میزنه؟ بذارید این طور بگم، چنانچه ماجرای مفقود شدن نامه به نحو مطلوب و دلخواهی حل و فصل نشه، بله قطعا به سوابق کاری شوهرتون لطمه شدیدی میزنه. خدای من. یه سوال دیگه آقای هولمز، شوهرم از ناپدید شدن نامه خیلی شوکه شد و بی اختیار حرفای زد که بعد از شنیدن اونو حدس میزنم مفقود شدن این نامه وضعیت وخیمی در سرتاسر کشور به وجود میاره. چنین چیزی امکان داره؟ خب اگه ایشون همچین حرفی زدن لابد همینطوره. میشه خواهش کنم بفرمایین چه وضعیتی به وجود میاد؟ نه خانم، شما مصرانه سعی میکنید از من حرف بکشید. خواهش میکنم این کارو نکنید. پس بهتره بیشتر از این مصده اوقاتتون نشم. البته شما رو به خاطر این کار سرزنش نمی کنم آقای هولمز، ولی حتما متوجه شدین که منظور من صرفا کمک به شوهرمه و از ته قلبم میخوام بار این نگرانی عمیقو که فقط به دوش اون سنگینی میکنه سبکتر کنم. دوباره از شما تمنا دارم که درباره این ملاقات حرفی به شوهرم نزنین. آه
واتسون، میدونم که زنهای زیبا تو رو به شدت فریفته خودشون میکنن، ولی میتونی منظور حقیقی خانم هوپ رو از ملاقات امروز حدس بزنی؟ به نظر من حرفاش صادقانه و نگرانیش هم کاملا طبیعی بود. که اینطور؟ تو هم که فقط بلدی از روی ظاهر قضیه قضاوت کنی. منظورم طرز رفتار، هیجانات درونی، بیتابی و سرسختی خانم هوپه. میدونی؟ این خانم از نسل کسانیه که در کنترل احساسات درونی و اسرار قلبیشون استادن. به نظر من برعکس، احساساتش کاملا مشهود بود. به خاطر بیار که با چه اصراری سعی داشت به ما بقبولونه آگاه کردن اون به نفع شوهرشه. خب از این کار چه منظوری داشت؟ اگه یادت باشه طوری نشست که پشتش به پنجره بود تا ما نتونیم با دیدن چهرش در نور آفتاب به احساسات درونیش پی ببریم. درسته، مخصوصا صندلی گوشه اتاق انتخاب کرد. واتسون، پی بردن به اسرار خانم ها کار بسیار دشواریه. اون خانم تو مارگیت یادت میاد واتسون؟ آره. که همین سوء ظن رو بهش داشتم و فقط با نگاه دقیق به صورتش بود که فهمیدم به دماغش پودر نزده و به این ترتیب بالاخره به نتیجه رسیدم. آره، کار من با زنها درست شبیه کسیه که بخواد روی شنهای متحرک خونه بسازه. گاهی یک حرف ساده، یک حرکت سریع میتونه نتیجه بسیار بزرگ و مهمی به دنبال داشته باشه، در حالی که بعضی وقتا ساعتها و راجیو جزئی ترین حرکاتشون هم معنایی نداره. خب فعلا خداحافظ واتسون. کجا؟ میخوای بری بیرون؟ آره، قصد دارم برم خیابون گودولفین و همراه بر بچه های اسکاتلند یارد سرگوشی آب بدم. به نظر من آقای ادوارد و لوکاس نقش مهمی تو این ماجرا بازی میکنه، گرچه هنوز هیچ مدرکی دال بر این فرضیه ندارم، ولی مطمئنم اشتباه نمیکنم. البته هنوز خیلی زوده و نباید با قاطعیت پیش داوری کرد. خب واتسون عزیز، خواهش میکنم مراقب باش و اگه کسی اومد خودت پذیرایی کن و ترتیب کارها رو بده. من سعی میکنم برای نهار برگردم. حتما هولمز عزیز. آن روز و فردا و روز بعدش شرلوک هولمز در حالی که به نظر بعضی از دوستانش کم حرف و ساکت و به نظر بعضی دیگر عبوس و اخمو می آمد، مدام بیرون می رفت و باز می گشت. پشت سر هم سیگار می کشید، گاه گاهی قطعات کوتاهی با ویولون می نواخت و گاهی نیز در تفکراتی عمیق فرو می رفت. غذایش هم فقط شده بود ساندویچ، آن هم در ساعات غیر عادی. به ندرت به پرسش هایم پاسخ می داد. معلوم بود اوضاع بر وفق مرادش نیست و تحقیقاتش هم به نتیجه‌ای نرسیده است. درباره ماجرای قتل خانه شماره 16 حرفی با من نمیزد و من فقط از طریق خواندن روزنامه ها فهمیدم که دادگاهی تشکیل شده و متهم اصلی آقای میتون، پیش خدمت مخصوص آقای لوکاس، از کلیه اتهامات مبرا گشته. دادگاه قتل آقای لوکاس را جنایت عمدی قلمداد کرد، ولی قاتل شناسایی نشد. انگیزه جنایت نیست کماکان در پرده از ابهام باقی ماند. اتاق پر از اشیای قیمتی بود که هیچ یک به سرقت نرفته و اسناد و مدارک مقتول نیز دست نخورده باقی مانده بود. مطالعه این اسناد نشان داد مقتول آقای لوکاس با علاقه وافر به مسائل سیاسی جهان، اخبار و مدارک متعددی در این باره جمع‌آوری کرده و با تعدادی از شخصیت‌های بسیار مهم سیاسی جهان ارتباطی دوستانه و نزدیک داشته است. وی ضمن آشنایی کامل با اغلب زبان‌های زنده دنیا نویسنده چیره دستی نیز بوده، ولی مدرک یا سندی که بتواند سر و صدای زیادی بپا کند در میان اوراقش پیدا نشد. روابط آقای لوکاس با جنس مخالف بسیار حسنه بود. او در نوشته هایش به انواع ماجراهای عاشقانه خود اقرار کرده و می توان فهمید که با تعدادی از این بانوان روابط نزدیکی داشته است. رفتار و علایق کاملا معمولی و به دور از ابتذال و شخصیت بسیار با ادب و نحوه زندگی و خصوصیات فردی مقتول باعث شده بود روزنامه ها حادثه قتل وی را معمایی حل ناشدنی قلمداد کنند که هیچگاه روشن نخواهد شد.
دستگیری آقای میتون پیش خدمت مخصوص آقای ادواردو لوکاس کار بیهوده‌ای بود که صرفاً به منظور خواباندن سر و صدای زیادی که جراید به وجود آورده بودند انجام شد. اما او در نهایت به رغم بازجویی‌های طولانی از همه اتهامات مبرا شد. شهادت دوستش در محله همرسمیت که میتون ظاهراً شب حادثه به ملاقات او رفته بود، شبهه‌ای درباره غیبتش از محل وقوع جرم باقی نگذاشت. میتون یک ساعت قبل از وقوع جنایت منزل دوستش را ترک میکند، ولی از این شبهه به وجود میآید که با داشتن زمان کافی احتمالاً میتوانسته در ساعتی که قتل صورت گرفته در منزل بوده باشد. ولی او با اطمینان خاطر گفت که چون در شب حادثه هوا به طور بی سابقه مطبوع و دلنشین بوده، وی تصمیم میگیرد مسیرش را پیاده طی کند که همین باعث میشود حدود ساعت 12 شب به منزل برسد. آقای لوکاس قبل از این ساعت به قتل رسیده بود و میتون به محض ورود به خانه با منظره فجیعی روبرو میشود که او را به شدت مضطرب میکند. با توجه به اینکه شب ماجرا هوا به راستی دلنشین بود و هر کس دیگری هم در این هوا هوس پیاده روی می کرد، درباره اشیایی که در گنجه خردریزهای میتون پیدا شد، به خصوص یک جعبه تیغ صورت تراشی متعلق به مقتول، وی اظهار داشت با توجه به روابط حسنه فیما بین ارباب و نوکر، آقای لوکاس این اشیا را به او هدیه کرده است. در این باره خدمتکار منزل نیز اظهارات میتون را تایید کرد. میتون طی 3 سالی که در استخدام آقای لوکاس بود، به رغم روابط حسنه با او در هیچ یک از سفرهای مکرر اربابش به خارج او را همراهی نکرده. حتی هنگامی که سفرهایش به فرانسه بیش از 3 ماه به طول می انجامید، وظیفه میتون صرفاً اجرای دستورات شخصی آقای لوکاس و اداره منزل در غیاب وی بوده است. درباره این جنایت، خدمتکار منزل اظهار داشته در ساعت وقوع قتل خواب بوده و متوجه هیچ صدایی نشده و مهمان ارباب هر که بوده، خود ارباب در را به روی او باز کرده است. به هر حال اوضاع در 3 روز بعد تغییری نکرد و به همان ترتیبی که در روزنامه ها خوانده بودم باقی ماند. به نظر نمی رسید هولمز هم اطلاعات بیشتری داشته باشد. شاید هم داشت، ولی به من حرفی نمی زد. اما با توجه به اظهاراتش مبنی بر تماس مدام با کارگاه لسترید از اسکاتلند یارد، حدس می زدم که در جریان کارهای پلیس هست. ولی روز 4 مقاله‌ای در روزنامه دیلی تلگراف چاپ شد که تا حدود زیادی ماجرا را روشن ساخت. پلیس فرانسه سرانجام موفق شد از جنایت مرموز خانه شماره 16 در خیابان 111 گودولفین لندن که تیان آقای ادوارد و لوکاس به طرز فجیعی جان خود را از دست داد پرده بردارد. همانطور که خوانندگان عزیز اطلاع دارند، آقای لوکاس در اثر ضربات کارد در اتاق خودش به قتل رسید. در بد و امر پیش خدمت مخصوص وی آقای میتون در مزان اتهام قرار گرفت. اما روز گذشته خدمه خانومی به نام مادام هانری فورنه که در پاریس و در ویلای کوچکی در خیابان اوسترلیتز زندگی میکند، به مقامات پلیس اطلاع دادند که خانمشان دچار جنون خطرناکی شده است که احتمال دارد به وضعیت وخیمی منجر شود. نتیجه آزمایشاتی که انجام شد صحت گزارش دریافتی را تایید کرد و مسجل شد مادام فورنه به راستی از جنون خطرناکی رنج می‌برد. بر مبنای تحقیقات پلیس فرانسه، مادام فورنه 3 شنبه گذشته از لندن به پاریس بازگشته است. قرائن و شواهد موجود حاکی از آن است که سفر ایشان به لندن با جنایت خیابان گودولفین بی ارتباط نبوده است.
با مقایسه عکس‌های موجود در ویلای مادام فورنه معلوم شد موسیو هانری فورنه و آقای ادوارد و لوکاس یک نفر بودند. ظاهراً مقتول به دلایلی که هنوز روشن نیست با دو هویت متفاوت در لندن و پاریس زندگی می‌کرده است. مادام هانری فورنه از نژاد سیاهان دورگه و بسیار عصبی و حساس می‌باشند و در گذشته نیز چند بار در اثر ابتلا به جنون ناگهانی ناشی از حسادت مفرط بستری گشتند. حد زده می شود که این بار هم تحت تأثیر احساسات شدید دچار جنون ناگهانی شدند که متاسفانه به قتل پر سر و صدای خیابان گودولفین منجر شده است. هنوز معلوم نیست مادام فورنه دوشنبه شب گذشته کجا و با چه کسی بوده است، اما طبق شواهد موجود خانمی با شکل و شمایل مادام فورنه با حرکاتی جنون‌آمیز و قیافه‌ای وحشت زده سه شنبه گذشته توجه عموم را در ایستگاه چارینگ کراس لندن به خود جلب کرده است. احتمال می‌رود که او تحت تأثیر جنونی آنی مرتکب این جنایت شده باشد یا شوک بعد از جنایت او را به مرز جنون کشانیده است. ایشان در حال حاضر بستری هستند و قادر به شرح موقع نمی باشند. به عقیده پزشکان معالج بعید به نظر می رسد که این بانو مجدداً به حالت طبیعی بازگردند. در ضمن دوشنبه شب گذشته خانمی شبیه مادام هانری فورنه در پیاده روی مقابل خانه ادوارد و لوکاس دیده شده است. خب نظرت چیه هولمز؟ حسون عزیز، میدونم که با صبر و شکیبایی رفتار این چند روز منو تحمل کردی، ولی لطفاً بدون اگه سکوت کردم و حرفی نمیزنم صرفاً به خاطر اونه که چیزی برای گفتن ندارم و باید اضافه کنم که حتی این مقاله هم کوچکترین کمکی به ما نمی کنه. ولی به نظر من ماجرای قتل ادوارد و لوکاس رو کاملاً توجیه میکنه. ماجرای قتل لوکاس یک تصادف ساده بود و در مقایسه با کاری که به ما محول شده اهمیتی نداره. هدف ما پیدا کردن مدرکیه که میتونه تمام اروپا رو به آتش بکشونه. در این مورد مهمترین چیزی که در سه روز گذشته اتفاق افتاده اینه که خوشبختانه اتفاقی نیفتاده. من ساعت به ساعت گزارش‌های دولتی رو دریافت میکنم و تا این لحظه مطمئنم که اتفاقی در هیچ کدوم از کشورهای اروپایی نیفتاده. در حالی که اگه این نامه کذایی به دست کسی رسیده بود حتما تا حالا خبرهایی شده بود. واتسون، باید هر طور شده بفهمیم این نامه کجاست و چرا تا به حال ازش استفاده نشده. اینا سوالاییه که مثل پتک به مغز من میکوبه. از طرفی آیا واقعا این یک تصادفه که قتل لوکاس و مفقود شدن نامه همزمان در یک شب اتفاق میفته؟ آیا این نامه به دست لوکاس افتاده؟ اگه افتاده چرا در بین اسناد و مدارکش که دست نخورده باقی مونده بود پیدا نشد؟ آیا امکان داره که همسر دیوونش این نامه را دزدیده باشه؟ اگه این طور باشه باید ویلای اونا توی پاریس جستجو کنیم. ولی چطور میتونیم این کارو بکنیم بدون اینکه پلیس فرانسه به ما مزنون بشه؟ باور کن واتسون، تو این ماجرا قانون هم به شدت ما رو در تنگنا قرار داده و میتونه موقعیتمون رو به مخاطره بندازه. ظاهراً همه علیه ما هستن، ولی فراموش نکن که افتخار کشف این ماجرا هم افتخار کمی نیست و مثل الماس درخشانی بین بقیه کارهام خواهد درخشید. پس واتسون، به جای اینجا نشستن بهتر سریع به محل جنایت بزنیم. کلاتو بردار، تا وست مینستر پیاده میریم. اولین بار بود که به محل جنایت پا می گذاشتم. ساختمانی بلند و وسیع با نمای سنگ‌های تیره که از زمان بنای آن در قرن 18 همچنان محکم و با صلابت باقی مانده بود. چهره پتوپن و خشن کارگاه لستریید از پشت پنجره دیده می شد. پاسبان قوی هیکلی ما را به داخل هدایت کرد و سپس لستریید به گرمی ما را پذیرفت. به اتفاق وارد اتاقی شدیم که لوکاس در آنجا به قتل رسیده بود، ولی بجز لکه خون بزرگی در روی فرش اثر دیگری از جنایت دیده نمی شد. منظورم از فرش گلیم پشمی زخیمی در وسط اتاق است که دور تا دور آن را کف چوبی زیبایی احاطه کرده بود.
روی پیش بخاری انواع سلاح ها و دشنه های قدیمی خیلی زیبا و خوش ساخت قرار داشت که معلوم بود یکی از آنها به عنوان آلت قتاله به کار رفته. میز تحریری هم در جلوی پنجره اتاق بود. اشیای موجود در این اتاق، اعم از گلیم کف اتاق، تابلوها و غیره، جملگی مرغوب و نفیس و معرف سلیقه و حسن انتخاب صاحبخانه بود. گرچه به عقیده من تا حدودی سلیقه زنانه را تداعی می کرد. گزارش پلیس فرانسه را خوندین؟ هنگار دوستای فرانسوی ما این بار موفق شدن. بیشک همینطوره که اونا میگن. خانم درو به صدا در میاره، لوکاس درو باز میکنه و با دیدن همسرش ناباورانه یکه میخوره. چون معقیده من اون سعی داشته که اسرار زندگی خصوصی و به ویژه زندگی دوگانشو تا حد امکان از دیگران، از جمله همسرش، مخفی نگه داره. ولی به هر حال در مقابل عملی انجام شده قرار میگیره و مجبور میشه همسر فرانسویشو به خونه دعوت کنه. خب رای دیگه ای برای اون باقی نمونده بود و نمیتونست در رو به روی همسرش ببنده و از ورود اون جلوگیری کنه. اونطور که من حدس میزنم، همسرش پس از ورود به خونه پرخاش کنان به اون میگه چطور تونسته به هویت دومش پی ببره و پیداش کنه. بگو مگو شروع میشه و بالاخره با این همه چاقو و دشنه های گوناگون دم دست، اون چه نباید اتفاق میفته. البته نه به این سرعت، بی تردید مدتی طول میکشه. چون همونطور که ملاحظه میفرمایید صندلی‌ها کنار رفته و پایه یکی از اونا هم تو دست لوکاس بوده که نشون میده ظاهرا قصد داشته به همسرش حمله کنه. به هر حال قضیه کاملا روشن و شک و شبهه وجود نداره. خب پس برای چی دنبال من فرستادی؟ ها، به موردی برخورد کردم که لازم دیدم با شما در میون بذارم. چیز مهمی نیست، ولی از اون نکته هاییه که بی تردید به اون علاقه دارید. چطور بگم، تا حدودی عجیب و غریب به نظرم میرسه. البته ارتباطی با اصل ماجرا نداره و نمیتونه داشته باشه. با وجود این، خب میشنوم. آقای هولمز، خوب میدونید که تو ماجراهای جنایی مثل این قرف، روش ما در اسکاتلند یارد به نحویه که سعی داریم قبل از رسیدن به نتیجه نهایی از جابجایی اساسیه و اشیای موجود در محل وقوع جنایت خودداری کنیم و اونا رو به همون صورت اولیه نگه داریم. در مورد این ماجرا هم به همین ترتیب عمل شد. حتی به منظور اطمینان بیشتر پاسبانی رو هم به عنوان نگهبان دائمی تو این منزل گذاشتیم تا مانع ورود اشخاص متفرقه و بدون مجوز قانونی بشه. ولی امروز صبح در پایان مراسم تدفین مرحوم ادوارد و لوکاس تصمیم گرفتیم به این خونه برگردیم و سر و صورتی به وضعیت به هم ریخته این اتاق بدیم. گلیم کف اتاق رو ملاحظه میکنید؟ خب لازم بود زیر این گلیم رو جارو بکشیم، ولی وقتی گلیم رو برگردوندیم متوجه شدیم. خب آقای هولمز، 100 سال دیگه هم نمیتونید حدس بزنید چی پیدا کردیم. چی؟ اون لکه خون بزرگ روی گلیم میبینید؟ خب وقتی اینقدر خون روی گلیم بریزه جذب گلیم میشه و کف چوبی زیر اونم باید به همین ترتیب لک بشه. اینطور نیست آقای هولمز؟ قطعا همینطوره، بدون شک. بله بدون شک. ولی عجیب اینجاست که لکه خونی روی کف چوبی سفید رنگ زیر این لکه دیده نمیشد. یعنی چی؟ امکان نداره. بله درست میگید، ولی همینطوره که عرض کردم. به دنبال این حرف گوشه گلیم را گرفت و برگرداند. دقیقا همونطور بود که لستریت میگفت. قیافه هولمز به شدت حیرت زده مینمود. کارگاه لستریت برعکس خیلی شاد و شنگول بود که بالاخره برای یک بار هم که شده توانسته هولمز را به تعجب وادارد. مسئله فقط این نیست آقای هولمز، چون لکه دومی هم وجود داره که محل اون با لکه اولی مطابقت نمی کنه. سپس قسمت بالای گلیم را نیز برگرداند. لکه خون بزرگی روی یکی از قالب‌های چوبی کف اتاق به وضوح دیده می‌شد. نظر هولمز را درباره این لکه جویا شد. خیلی ساده است. لکه‌ها با هم کاملاً مطابقت داره، ولی واضحه که گلیم در جای خودش چرخونده شده و برای همین لکه‌های منطبق بر هم از همدیگه دور شدن. آقای هولمز، ما دنبال شما نفرستادیم که به پلیس بگید این گلیم در جای خودش چرخونده شده.
اینو خود ما هم میدونیم. سوال من اینه، کی این کارو کرده و چرا؟ ببینم بازرس، تمام مدت همین پاسبان مقابله در کشیک میداد؟ بله، کسی دیگه ای نبود. پس خوب گوش کن، حرفمو خیلی جدی بگیر. بله. این پاسبانو صدا بزن و با دقت سوال پیشش کن. البته نه در حضور ما. ببرش اتاق عقبی، ما اینجا منتظر میمونیم. اگه کارتو خوب و با دقت انجام بدی به همه چیز اقرار میکنه. ازش بپرس که چرا با نادیده گرفتن اوامر اکید صادره شخصی رو وارد این اتاق کرده و اجازه داده مدتی تنهایی در اون باقی بمونه. مبادا ازش بپرسی که این کارو کرده یا نه، چون شک ندارم که این کارو کرده. فقط ازش بپرس چرا. یادت باشه نحوه صحبت کردنت باید طوری باشه که اون احساس کنه از همه چیز باخبری و دروغ گفتن فایده ای نداره. بهش فشار بیار و ضمناً یادآوری کن که تنها راه نجاتش اعتراف کامل به تخلفشه. خیلی خوب دیگه، برو کاریو که گفتم انجام بده. چه گفتید اعتراف؟ به خدا پوستشو قلفتی میکنم. به دنبال این حرف با گام‌های بلند اتاق را ترک کرد و لحظاتی بعد با شنیدن داد و هوار او بر سر پاسبان بی‌نوا فهمیدیم کار خود را شروع کرده است. واتسون، معطل نشو. باید بی‌معطلی کارمون را شروع کنیم. بسیار خوب. فوری به زمین نشست و با استفاده از ناخن و انگشتان درازش شروع کرد به برداشتن پارکت‌های زیر گلیم که به صورت مربع‌های چوبی در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند. سرانجام در زیر یکی از آنها حفره‌ای پیدا شد. دستش را تا آنجا که جا داشت به درون این حفره فرو برد، ولی از قیافه ناراحت و عصبانیش فهمیدم حفره خالی است و چیزی که وی دنبالش میگشت در حفره نیست. واتسون زود باش، عجله کن، باید همه چیز سر جاش بذاریم. به سرعت پارکت ها را سر جای خود گذاشتیم و به محض پهن کردن گلیم صدای لستریت از راه رو به گوش من خورد. هولمز به پیش بخاری تکه داد و با قیافه خسته و کسل سعی کرد جلوی خمیازه اش را بگیرد. معذرت میخوام که معطلتون کردم آقای هولمز، انگار این ماجرا شما رو خسته کرده. خوشبختانه به همه چیز اعتراف کرد. بیا تو مکفرسون، بذار آیونم شاهکار نابخش شدنی تو رو بشنوند. باور کنید منظور بدی نداشتم. دیروز طرفای اسب بود، یه خانمی اومد در به در، ظاهرا اینجا رو به یه خونه دیگه اشتباه گرفته بود، واسه همین سر صحبت بینمون باز شد. شاید ندونین ولی موقع نگهبانی آدم خیلی احساس تنهایی میکنه. نه نیست، ادامه بدید. بله، ماجرا این جنایت رو تو روزنامه ها خونده بود. وقتی فهمید جنایت تو این خونه اتفاق افتاده، با التماس ازم خواست اجازه بدم واسه یه لحظه هم که شده محل جنایت رو ببینه. فکر کردم خب اگه یه لحظه اتاق نشونش بدم مشکلی پیش نمیاد که، برای همین اجازه دادم وارد شه. ولی وقتی اومد تو، به محض دیدن لکه خون روی گیریم از حال رفت. طوری بیهوش شده بود که فکر کردم مرده. دویدم بیرون یه ذره آب آوردم پاشیدم به صورتش، ولی فایده نداشت. از حولم فکر کردم بهتره یه ذره کنیاک بخرم و به خوردش بدم، واسه همین خانم تو اتاق تنها گذاشتم. از خونه رفتم بیرون، رفتم آی وی پلند، همین مغازه سر خیابون. وقتی برگشتم دیدم جا تر و بچه نیست. فکر کنم بعد این که من رفتم به هوش اومده و چون خجالت کشیده دوباره با من روبرو بشه، قبل این که برسم سریع از اینجا رفته. حالا چرا گلیم کف اتاق رو جا به جا کرده؟ به خاطر اینکه وقتی برگشتم دیدم گلیم تقریبا مچاله شده، چون خانمه رو همین گلیم از حال رفته بود. بنابراین فکر کردم بهتره این گلیم رو به حالت اولش برگردونم. این موضوع درس خوبی به تو داد. لابد فکر کردی تخلفت از چشمای من دور میمونه، ولی با یک نگاه به گلیم کافی بود بفهمم کی وارد این اتاق شده. خیلی شانس آوردی که چیزی گم نشده. آقای هولمز خیلی معذرت میخوام که بخت شما رو گرفتم. فکر کردم موضوع عدم تطبیق دومین لکه با اولین لکه برای شما جالب باشه. دقیقا همینطور که میفرمایید بازرس، واقعا جالب بود. راستی سرکار، این خانمی که دربارش صحبت کردید اولین بار بود که به اینجا اومد؟ بله قربان، اولین و آخرین بار. شناختیش؟ فرصت نشد اسمشو بپرسم. اینطور که میگفت واسه آگهی استخدام ماشین نویس اومده بود، ظاهرا آدرس و اشتباه اومده بوده. قد بلند و شیک پوش نبود؟
چرا قربان؟ خیلی زیاد جوان و خوشهیکل بود و البته زیبا. راستشو بخواین خیلی زیبا، صدای خیلی دلنشینی هم داشت، به طوری که وقتی گفت او سرکار فقط یه نگاه دیگه نتونستم خودمو نگه دارم. از طرفی هم همونطور که قبلا گفتم فکر نمی کردم یه نگاه از دم در باعث گرفتاریم بشه. لباسش چطور بود؟ ساده ولی شیک، یه مانتوی بلند تا قوزک پاش. یادته چه ساعتی اومده بود؟ هوا گرگومیش بود، وقتی از مغازه برمیگشتم داشتن چراغ خیابونا رو روشن میکردن. بسیار خب باتسون، بهتره دیگه ما بریم چون کارهای مهم میداریم که باید انجام بدیم. بازرس با اجازه. لستریج را تنها گذاشتیم و از اتاق خارج شدیم، ولی سرکار مکفرسون تا دم در همراهی من کرد و وقتی در را برای من باز می کرد، هولمز ایستاد و چیزی را که در دستش داشت به اون نشان داد. پاسبان بهت زده و با صدای بلند گفت آه خدای من، ولی هولمز بلا فاصله انگشتش را به علامت سکوت روی لبانش گذاشت. فوراً شیعی را که کف دست پنهان کرده بود در جیبش گذاشت. از در که خارج شدیم هولمز خنده بلندی سر داد. واقعاً عالی شد واتسون. مطمئن باش پردوی آخر این تراژدی به زودی شروع میشه، ولی خوشبختم به اطلاعت برسونم که نه جنگی در میگیره و نه لطبه‌ای به سوابق درخشان عالی جناب ترلونی هوپ وارد میشه و این شخصیت سیاسی ناشی و بی احتیاط که اگه ما نبودیم به خاطر این بی احتیاطی و ناشیگریش میتونست مصیبت بارترین فاجعه جهانی رو به بار بیاره، حتی تنبیه هم نمیشه. جناب نخست وزیرم طبعا هیچ گونه گرفتاری سیاسی با کشورهای دیگه اروپایی پیدا نمی کنه و خلاصه با یک سری کارهای کوچیک دیگه که ما باید انجام بدیم قضیه به نحو مطلوبی تموم میشه و برای همیشه مسکوت باقی میمونه، بدون اون که به هیچ کس کوچکترین صدمه و آزاری برسه. پس بالاخره موفق شدی؟ هنوز کاملا نه، نکات تاریک و مبهمی وجود داره که باید روشن بشه، ولی خوشبختانه با اطلاعات زیادی که داریم روشن شدن این نکات مبهم چندان مشکل نیست واتسون. برای شروع همین الان به اتفاق میریم به خونه آقای هوپ در خیابان وایت هارت ریس، چون لازمه که بازدید خانم هوپ رو پس بدیم. دقایقی بعد به منزل آقای هوپ رسیدیم. هولمز از سرپیش خدمت خواست که ورود ما را به لیدی هیلدا تریلونی هوپ اطلاع دهد. لحظاتی بعد به سالن نشیمن راه نمایی شدیم و خانم خوب به محض اینکه چشمش به ما افتاد با چهره سرخ از عصبانیت و لحنی تند و شدید گفت واقعا که خیلی بی انصاف و خیلی بی ملاحظه هستین آقای هولمز. من گرفتاریمو برای شما شرح دادم، از شما خواهش کردم جریان ملاقات قبلی ما کاملا سربسته بمونه و کسی از اون بویی نبره، ولی شما با خونسردی و بدون توجه به موقعیت من بلند میشید و میایید اینجا و طوری رفتار میکنین که همه از ماجرا باخبر بشن. خیلی متاسفم که باعث رنجش شما شدم لیدی هاپ، ولی قبول کنید چاره‌ای نداشتم. مأموریت خطیری به من محول شده که در راستای اون باید نامه مهمی رو پیدا کنم. حالا خواهش میکنم بدون بگو مگو و صحبت های اضافی این نامه رو به من تحویل بدید. لیدی هوپ مثل جرقه از جای خود پرید، چشمانش می درخشید و رنگ به صورتش باقی نمانده بود. لحظه ای به خود لرزید، طوری که فکر کردم ممکن است از حال برود، ولی بالاخره توانست به اعصاب خود مسلط شود. شما می دونین چه تهمتی داریم به من می زنید؟ خواهش میکنم بی خود شلوغش نکنید خانم، انکار بیفایده است. نامه رو پس بدید. الان دستور میدم شما رو از خونه بیرون کنم. شما هرگز این کار رو نمیکنید خانم، چون در این صورت منو وادار میکنید کاری کنم که گند این قضیه همه جا رو برداره. به نفع شماست که نامه رو به من بدید. مطمئن باشید کسی بوی نمیبره. من ترتیبی میدم که کوچکترین حد که حرمتی به شما نشه. ضمناً باید اختیار کنم در صورت عدم همکاری بر حسب وظیفه وجدانی مجبورم شما رو به مقامات معرفی کنم. ولی لیدی هوپ به رغم چهره بیرنگ که ناشی از ترس و وحشت درونی بود بی اعتنا و ملکه‌وار ایستاده و چنان به هولمز زل زده بود گویی می‌خواهد از درون او باخبر شود. شما دارین سعی می‌کنین منو بترسونین. به
به هیچ وجه صحیح نیست که با یه خانم اینطور رفتار کنین. ظاهرا از همه چیز اطلاع دارین، خب حرف بزنین. خواهش میکنم بنشینید خانم، چون میترسم بیافتید زمین و به خودتون صدمه بزنید. تا نشینید حرفی نمیزنم. بسیار خب، حالا بهتر شد. فقط 5 دقیقه وقت دارید آقای هولمز. 1 دقیقه هم کافیه. بله، من از همه چیز اطلاع دارم، از ملاقات اولیه شما با ادواردو لوکاس که تی اون نامه رو بهش دادید و از بازگشت هنرمندانه شما به منزل مقتول که این بار موفق شدید نامه رو از مخفیگاه اون در زیر گلیم بیرون بیارید. شما دیوانه شدین آقای هولمز، واقعا دیوانه. خوشبختانه این عکس همراه هم بود و پاسبان کشیک هم به راحتی شما رو شناسایی کرد. خب معطل چی هستید لیدی هوپ؟ من میدونم اون نامه پیش شماست. باور کنید نیت من صرفا حمایت از شماست. هنوز دیر نشده و وقت برای هر کاری هست. حرف منو قبول کنید و بدونید به نفع شماست که با من رو راست و صمیمی باشید. شما خیالاتی شدین آقای هولمز. واقعا دلم براتون میسوزه لیدی هوپ. متاسفم که نصایح من اثری نداشت. شما راه دیگه‌ای برای من باقی نمیذارید. بله قربان. عالی جناب هوپ خونه هستند؟ نه، ولی یه رب مونده به ساعت 1 بعد از ظهر تشریف میارن. بسیار خوب، فقط یه رب مونده، منتظرشون میمونیم. بله. به من رحم کنین آقای هولمز، خواهش میکنم به من رحم کنین. تو رو به خدا حرفی به اون نزنین. من با تمام وجودم عاشق شوهرم هستم، حاضرم بمیرم ولی کمترین خدشه‌ای به آبرو و حیثیت اون وارد نشه. باور کنین اگه بفهمه واقعا قلبش میشکنه. خوشحالم که بالاخره به خودتون اومدید. خواهش میکنم بگید نامه کجاست؟ وقتی باقی نمونده. لیدی هوپ به سرعت به طرف میز تحریر گوشه سالن دوید، کشوی اون رو گشود و پاکت بزرگ آبی رنگی از آن درآورد و دوباره به طرف هولمز آمد. بفرمایید، اینم اون نامه لعنتی که ای کاش هیچ وقت چشمم بهش نمی افتاد. خب حالا چی کار کنیم؟ فهمیدم. لیدی زود بگید صندوق نامه های شوهرتون کجاست؟ هنوز تو اتاق خوابه. خدای من چه شانسی آوردیم. معطل نکنید، برید سریع بیاریدش اینجا. لحظاتی بعد لیدی هوپ با جعبه نسبتاً کوچک قرمز رنگی ظاهر شد. این که درش بسته است، حالا چجوری بازش کنیم؟ منو بگو که چقدر خنگ شدم. معلومه که کلید دوم اون پیش شماست لیدی هوپ، زود بازش کنید. لیدی هوپ کلید کوچک از جیبش در آورد و جعبه را گشود. هنوز نامه های زیادی در آن وجود داشت. هولمز نامه کذایی را لابلای نامه های دیگر جای داد و دوباره در جعبه را بست و قفل کرد. سپس لیدی هوپ آن را به اتاق خواب برد. خب حالا با خیال راحت میتونیم مقدم آقای هوپ رو پذیرا باشیم. 10 دقیقه به اومدنشون باقی مونده. خوب گوش کنید لیدی هوپ، من با تمام وجودم سپر بلای شما میشم و ترتیبی میدم که کوچکترین و کمترین سوء ظنی متوجه شما نشه، مشروط بر این که شما هم با من رو راست باشین و با صداقت محض ضمن بازگو کردن ماجرا علت و انگیزه ای که شما رو به این ریسک فوق العاده خطرناک واداشت برام شرح بدید. مطمئن باشین همه چیزو به شما میگم. خدای من چطور بگم؟ خدا رو گواه میگیرم که حاضرم بدترین بلاهای عالم سر من بیاد ولی لحظه شوهرم رو شرمنده و متاثر نبینم. آقای هولمز، شما در تمام لندن زنی رو پیدا نمی کنین که شوهرش رو به اندازه من دوست داشته باشه. قطعا اونم همین احساس رو نسبت به من داره.
با وجود این اگه میفهمید و پی میبرد چه عاملی منو به این کار واداشته، هرگز منو نمیبخشید. چون فلسفه اون در زندگی در دو جمله خلاصه میشه: آبرو و حیثیت. حاضر بمیره ولی کوچکترین و کمترین خدشه‌ای به آبروش وارد نشه. احساس میکنم سعادت من و آبرو و حیثیت شوهرم به شدت به مخاطره افتاده و واقعا در گروه کمک شماست. خواهش میکنم کمکمون کنید. عجله کنید لیدی هوپ، وقتی نمونده. اصل ماجرا رو بگید. تمام گرفتاری‌ها به نامه احمقانه مربوط میشه که سالها پیش زمانی که دختر جوانی بودم نوشتم. از اون مهملات عاشقانه درباره عشق مهملتری که هر دختر جوانی به اقتضای سن و سال و حال هوای جوانیش مینویسه. باید اضافه کنم که محتوای این نامه به هیچ وجه زننده و شرم‌آور نیست، ولی با توجه به شناختی که از روحیه شوهرم دارم مطمئنم اون این نامه رو گناه بزرگی تلقی میکنه و باعث میشه ایمان و اعتمادش رو به من از دست بده. به هر حال با توجه به اینکه سالها از تاریخ نوشتن این نامه میگذره، به کلی فراموشش کرده بودم و فکر میکردم از بین رفته، تا اینکه چند روز قبل این آقای ادواردو لوکاس به من اطلاع داد نامه پیش اونه و قصد داره اونو به شوهرم تحویل بده. خودتون حال روز منو حدس بزنید. بهش التماس کردم، خواهش کردم از این کار صرف نظر کنه و نامه رو به خود من بده، اما زیر بار نمیرفت. بالاخره گفت حاضره با من معامله کنه و نامه رو به شرطی به من پس میده که منم نامه خاصی از نامه های شوهرمو که در صندوق مخصوص نگه میداشت به اون تحویل بدم. این نشون میده که لوکاس در محل کار شوهرم جاسوس داشته و از طریق اونو از ماهیت این نامه مطلع شده. اون به من اطمینان داد که هیچ مزاحمت و گرفتاری برای شوهرم به وجود نمیاد. اگه شما جای من بودین چی کار میکردین آقای هون؟ باید بدون معطلی شوهرتون رو در جریان امن قرار میدادید. ولی من نمیتونستم. از ترسم جرأت نمیکردم حرفی در این باره به شوهرم بزنم. چون هم خوشبختیم نابود میشد، همین که من اصلا علاقه‌ای به امور سیاسی ندارم. سعی من همیشه این بوده که تا جایی که میتونم پایه‌های زندگی مشترکمون رو محکم‌تر کنم. گرچه میدونستم با این کار مرتکب خلاف بزرگ و نابخشودنی میشم، ولی هرگز فکر نمیکردم و لحظه‌ای به مغزم خطور نمیکرد که این کار چه عواقب خطرناک و جبران ناپذیری داره. برای همین با موم قالبی از کلید صندوقچه نامه ها گرفتم. لوکاس با استفاده از این قالب کلید رو درست کرد و به من تحویل داد. منم صندوقچه رو باز کردم و نامه رو برداشتم و به منزلش در خیابان گودولفین بردم. دقیقاً بگید شبی که نامه رو تحویل لوکاس دادید چه اتفاقی توی خونش افتاد؟ در زدم. خود لوکاس در رو برون باز کرد. با هم به اتاق اون رفتیم. ولی در سالن رو نبستم، نیمه باز گذاشتم. آخه میترسیدم با اون مرد تنها باشم. وارد خونه لوکاس که شدم زنی بیرون ایستاده بود. کارمون زود تموم شد. نامه همسرم رو به اون دادم و نامه خودم رو گرفتم. اما توی این لحظه از سمت در ورودی صدای اومد. لوکاس سری نامه رو در مخفیگاه زیر گلیم پنهان کرد. خدای من، اتفاقای بعد از اون مثل کابوس بود. زنی با چشم و ابروی مشکی به فرانسوی مثل دیوونه ها فریاد میکشید. میگفت بالاخره گیرت انداختم، بالاخره همراه معشوقت غافلگیرت کردم. خدای من، دعوای اون دوتا بالا گرفت. زن یه چاقوی تو دستش بود و لوکاس هم برای دفاع از خودش صندلی رو برداشته بود. از اونجا فرار کردم و روز بعد جریانو تو روزنامه خوندم. نمیدونین چقدر خوشحال بودم که نامه رو پس گرفتم و هنوز خبری از عاقبت کار نداشتم. روز بعد فهمیدم مشکلات من کماکان باقی هستن و من تنها جای یکی و با یکی دیگه عوض کردم. اندوه و عذاب شوهرم به خاطر از دست دادن اون سند چنان ناراحتم کرده بود که همون وقت میخواستم همه چیزو اعتراف کنم، ولی اون وقت باید رازای گذشته خودم هم برملا میکردم. پیش شما اومدم تا از عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده بود با خبر بشم. فقط میخواستم دوباره اون نامه رو به چنگ بیارم. قطعا نامه هنوز در مخفیگاه زیر گلیم بود، چون لوکاس فرصتی برای تعویض جای اون نداشت. اگه اون زن ناگهان سر نرسیده بود هرگز نمیفهمیدم که نامه کجا پنهان شده. باید دوباره خودم رو به اون اتاق میرسوندم. دو روز انتظار کشیدم ولی در خونه همیشه بسته بود. بالاخره دیشب موفق شدم.
خودتون میدونین چی به من گذشت و چطور سند رو به دست آوردم. تصمیم داشتم سند رو نابود کنم چون راهی برای برگردوندن اون به شوهرم نبود بی اون که مجبور به اعتراف بشم. وای خدای من، صدای پای همسرم میاد. برامون خبری دارید آقای هولمز؟ به نتایجی رسیدم. خدا رو شکر. جناب نخست وزیر امروز نهار رو اینجا صرف میکنن. باید به ایشون امید بدیم. آخه گرچه حساب پولادینی دارن، اما از زمان گم شدن نامه حتی یک لحظه هم آرامش نداشتن. جیکوبز، جناب نخست وزیر رو راهنمایی کن. عزیزم، معذرت میخوام. یه چند لحظه‌ای به سیاست میپردازیم و سپس در اتاق نهارخوری به تو ملحق میشیم. نخست وزیر به ظاهر آرام بود، ولی دودوی چشمان و لرزش دستانش نشان از فشار عصبی و هیجان درونیش داشت. آقای هولمز، ترلونی میگفت که به نتایجی رسیدید؟ هنوز که نه. به همه جاهایی که از جانبشون احتمال خطر میرفت سر زدم و چیزی پیدا نکردم که باعث نگرانی و دلواپسی باشه. ولی آقای هولمز، این کافی نیست. نمیشه همینطور نشست و دست روی دست گذاشت. امیدوارم هرچی زودتر به نتیجه برسم. امروزم برای همین به اینجا آمدم. هرچی بیشتر فکر میکنم مطمئن تر میشم که نامه هیچ وقت از این خونه بیرون نرفته. ولی آقای هولمز، اگه نامه از این خونه بیرون رفته بود حتما تا حالا خبرش به گوشمون میرسید. ولی چرا باید کسی اونو برداره اما در همین منزل نگه داره؟ اصولا فکر نمیکنم کسی اونو برداشته باشه. پس چطور از جعبه نامه ها ناپدید شده؟ من فکر میکنم هنوز تو جعبه هست. آقای هولمز، شوخی بیمزه ایه. شک ندارم که نامه توی جعبه نیست. آی هوب، بعد از صبح سه‌شنبه بازم جعبه نامه ها رو جستجو کردید؟ نه، نیازی نبود. شاید به دقت نگشتین. امکان نداره. شاید نامه در بین باقی اسناد جعبه از چشمتون دور مونده. تجربه به من نشون داده که وقوع همچین رویدادهای غیر ممکن نیست. ولی نامه روی همه اسناد دیگه بود. شاید جعبه تکون خورده و نامه زیر اسناد دیگه رفته. اما من همه رو جستجو کردم. فهمیدنش کاری نداره. بگید جعبه ی اسناد بیارن. گرچه کار بیهوده‌ایه، ولی امتحانش ضرری نداره. کلید همیشه به زنجیر ساعتم وصله. بفرمایید. اینم همه نامه ها و اسناد. نامه لورد مرو، گزارش سر چارلز هاردی، اینم گزارش های واصل از بلگراد، گزارشی از مالیات غلات روسیه و آلمان، نامه از مادرید، نامه لورد فلاور. لورد بلینجر، لورد بلینجر، خودشه. تبریک میگم. متشکرم جناب هولمز. نمیدونین چقدر احساس شادمانی میکنم. ولی باورم نمیشه کار شما به شعبده میمونه. آخه چطوری فهمیدید که نامه هنوز توی جعبه است؟ فقط مطمئن شدم که در جای دیگری نیست. هنوز باورم نمیشه. باید به همسرم خبر بدم. هیلدا. آقای هولمز، قضیه به این سادگی ها نیست. باید به من بگید نامه چطور به جعبه برگشت. آقای جناب، به من بگید. ما هم اسراری داریم. تنظیم نمایشی متن رضا عمرانی، صدابرداری مازیار مرتضی، صداگذاری و میکس صنم کجویی، انتخاب موسیقی آرش رستمی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم. مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.